خانم اصغری این هدیه رو فکر میکنم روز دختر روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها دریافت کردید. از سوالتون بگید، میدونم اولین جایزه ای نیست که دریافت میکنید و اینکه این رکورد رو چه سالی ثبت کردین، چون تا اونجا که من میدونم شما یه چند باری این رکورد رو کجدار مریض بالاخره یه موقع با یه مسافت کمتر یه موقع بیشتر تکرار کردین برای ثبتش. جداره که اول من اینجا با نام خالق دریا صحبتامو شروع بکنم و سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت همه هموطنای عزیزم که خیلی دوستشون دارم، خیلی کمک کردن و من رو تشویق کردن که بالاخره این رکورد رو ثبت بکنم، چون متاسفانه خیلی محدودیت ها بود برای رکورد من و من از سال 87 رکورد دریایی خودم رو شروع کردم که اون سال 5 ساعت 12 کیلومتر بله و الانم که 12 ساعت متواری از 7 صبح تا 7 غروب بدون وقت و استراحت 19 کیلومتر رو تونستم در داخل دریا بندر کیاشهر شنا بکنم. تفاوت رکورد شما با آقای کبادی، درست میگم محمد حسین کبادی که هرمزگانی هم هستن، چیه؟ البته ایشون توی رشته بودین یعنی که نرشتتون فرم؟ آبهای آزاد بودن و ایشون رکوردشون خیلی بالاتر از من هستش تو قسمت آقایون، ولی به هر حال اینکه جفتمون داخل دریا افتخار آفرینی کردیم و فکر میکنم هدفمون فقط بالا بردن پرچم کشورمون بود و جز افتخارات ما هستین. من میدونم آقای کبادی وقتی رکوردشون رو قرار شد که ثبت بکنن داخل یک محفظه فلزی براشون تدارک دیدن و شنا کردن و اینها، شما از این قاعده مستثنا بودین، ظاهرا این امکانات برای شما فراهم نشد، یه خوردن با سختی و دشواری مثل این که رکوردتون رو ثبت کردن، از این شرایط بگین. چون وقتی ببخشید خانم اصغری، وقتی میگیم رکورد، خب یه اتفاق غیر متعارف افتاده، یعنی اگه ساده بود که رکورد نمیشد، حتما سختی داره و خوبیش به این وقتی عنوان میشه اینه که خب ما هم یاد میگیریم حداقل همین بحث حالا رکورد رو بخوایم تشبیه سازی بکنیم توی زندگی بر اثر اون اتفاقات و ناملایمات و حوادثی که توی زندگی هست، شاید گاهی اوقات انسان نیاز داره استقامت بورزه، یه جورایی حل و فصل کنه اون مشکلشو و رد بشه. حالا ببینیم تجربه ایشون چی بوده راجع به این قصه. من با پوشش کامل اسلامی شنا میکنم و این باعث میشه که وزنم خیلی سنگین بشه، چند کیلوگرم وقتی که لباسم خیس میخوره باعث میشه که به وزنم اضافه بشه و اینکه 12 ساعت پوست انسان وقتی آب شور رو داخل آب شور هستش خیلی نازک میشه و با کوچکترین با کوچکترین آسیبی خراشیدگی ایجاد میشه و من تقریبا بعد از رکوردم تمام بدنم زخم شده بود و ملتهب بود به خاطر اینکه 12 ساعت پوست بدنم داخل دریا داخل آب بود و اینکه اون لباس ها باعث شده بود که وزنم رو خیلی یعنی تواناییتون بیشتر از حتی این میزان رکوردی هست که به ثبت رسیده. اصلا تنها خانومی هستن که در دنیا با پوشش کامل اسلامی شنا کردن. چند کیلوگرم گفتی به وزنت اضافه میکنن؟ تقریبا 6 کیلوگرم به وزنم اضافه میکنن. خب پس ما باید حق بدیم بهشون اگه رکوردشون از اون از میانگین جهانی شاید مثلا این مقدار کمتر باشه. آقای هرمزگانی اگر که کمتره. حالا من راضی با آقای خانم نگم دیگه. به خاطر اینکه واقعا خب به شدت کار سختی بوده. بعد برای من انقدر جالب بود آقای اسدی. بله. دوستاشم میدونم شما کلا غذا چی میخورین که 12 ساعت توی آب شنا میتونین بکنین؟ من قبلش اینکه برم داخل آب و روز رکورد شکنیم باشه 4-7 صبح که شروع برنامه ساعت 4 صبحانم رو میخورم و تا ساعت 6 تقریبا باید هضمش بکنم و ساعت 6 یا 7 که داخل آب میرم فقط شیره انجیر و خرما و چیزایی که قند خونم چون نباید بیفته و این چیزها رو اینا که همینه که ما قبل امتحان مثلا امتحان پایان ترم اینا میخوردیم دیگه، سی تو همین مایه هست. آیا از فری ورژن قوی ترش هست؟ آره قوی ترش. اون ساندیس به اون میدادم میگفتم برین امتحان سر جان اون تیتابای معروف و اینها. آقای اصغری شما چی کار میکنید روزایی که نزدیک به مثلا ثبت رکورد یا تمرین هایی که خانم اصغری دارن تمرین مداومی باید باشه طبیعتا برای ثبت، شما چطور حمایت میکنید تو خونه حالا هوای خونه زمانی که شون نزدیک میشه؟ تمام تدارکاتش با منه. بله. خدمت از دوستانی که میان یا کسایی که میان رکورد بزنن بله.
رکورد رو ثبت بکنن. بعد از جمله آقای رضایی که یه جوری نگاه کردی به آقای رضایی؟ آقای رضایی اعتراف کن اینجا همین الان مثلا اگه اون جوری نگاه کردم که اگر آقای رضایی و ورزش‌های همگانی نبود، امثال دخترم و ایشون اون زحماتشون و حضرت آقا دیده نمیشد. دیده نمیشد. دقیقاً همینطور. درست میفهم. به فراموشی میپیوست. درسته. آقای رضایی و ورزش‌های همگانی واقعاً زحمت میکشن، منم دیدم. پس از زبان خودشون بشنویم آقای رضایی. شما یه نکته میخواستیم بگین راجع به رکورد خانم اسفندی؟ حاضر که البته بزرگواری میفرمایند عنوان اسم آقای رضایی میرن، اسم آقای رضایی نیست، اون تشکل و اون جایگاهی که برای این قضیه هستش. من عرض کردم خدمتتون ممکنه فردا شخص دیگه‌ای باشه یا اتفاق دیگه‌ای. نه، در مورد رکورد خانم اسفندی، این آقای کوادی که شما فرمودید اصلا قابل مقایسه نیستن. رکورد ایشون شنا کردن طول خلیج بود که 100 روز طول می‌کشید، که حالا به صورت امدادی می‌رفتن، شبا استراحت و روزا حرکت می‌کردن. اون قفس هم برای ایمنی استفاده میشه که موجودات حالا موجودات دریایی، بله موجودات دریایی بهشون آسیب نرسونن. ما برای خانم اسفندی هم همین برنامه‌ای رو پیش‌بینی کرده بودیم، متو چون قرار شد تو حاشیه دریا بخوان این کار انجام بدن که اصلا وارد دریا نمی‌شدن و عنوان رکوردشون بیشترین مسافت طی شده در 12 ساعت بود. یعنی اگه مسافت بودش قضیه فرق می‌کرد. آقای کوادی یه مسافتی رو می‌خواستن برن، حالا یه مسافت کل خلیج می‌خواستن. خیلی قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. فارس. بله. الان درخواست جدیدی که ایشون دارن که حالا قراره که ان شاءالله مهر ماه عملی بکنن، ما برای اون درخواستشون حتما اون قفس رو پیش‌بینی کردیم و یه مقدار شرایطو براشون سخت‌تر کردیم. امینا اوضاعش خوبه دیگه، قراره رکورد بالاتر بره ان شاءالله. من با اجازهتون و با اجازه تمام هموطنای عزیزم ان شاءالله این قول رو میدم که اگر با زحمتایی که آقای رضایی و کمیته ثبت رکورد ایران کشیده، اگر رکوردم ثبت گینس بشه که فبحال مراد، ولی اگر نشود تمام سعی خودم رو میکنم که رکورد جدیدی رو برای گینس بزنم و برای 26 مهر ماه امسال روز تربیت بدنی رکوردی پیش رو دارم که میخوام حالا رکورد گذشته خودم رو بشکنم و برای کودکان مرکز طبی، بچه های سرطان خون و نقص ایمنی نصب کردم که انشالله اگر اسپانسرم جور بشه مبلغی رو از پولش نظر اونا کردم که برشون دارو بخرم. چقدر حرکت قشنگی، چقدر حرکت قشنگی برای عملشون. درود بر شما حتما.